ساکنی ناحیه رشت جمهوری تاجیکستان حکمت الله مردان خوجایف با پرونده جنایی بافته شده آید حقوق ویرانکنی معموری به مهلت 10 روز در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته شده است. این حادثه در مجلسی که برای برطرف نمودن عاقبت های فرامدن درج به وقوع پیوست شده بود که در آن او منصبداران محلی را تنقید نموده گفته است. حکومت به جای یاری کردن به مردم، مردهای بسینی نفقه نرسیده را ریش هایشان را مجبورن می تراشند، زنان را باشد به حجاب به کوچه برآمدن مجبور می کنند. پس از به اتمام رسیدن مجلس او را بازداشت کردند و با ماده 460 یعنی مایده او باشی کودکس جمهوری تاجیکستان آیدی حقوق ویرانکنی معموری که برای در جایهای جمعیتی دشنام دادن به طور تحقیرآمیز در افتادن به آدمان همچنین صادر نمودن دیگر کردارهای به این مانند که ترتیبات جمعیتی و آسودگی آدمان را خلالدار میکند به اندازه از 7 تا 10 نشان دهنده برای حسابها جریمه یا حبس معموری به مهلت از 5 تا 15 شبانه روز جزا تعیین کرده می شود. ولی طبق سخنان سعید ابرار که یکی از ساکنان همین منطقه است و اشتراکچی همان مجلس بود، رئیسان ناحیه چطور عاقبت فرامدن درج را برطرف می سازند، جوابی درست داده نتوانستند. این اکثریت را به خشم آورد، ولی تنها حکمت الله برای اظهار رأی خود جرأت نمود. او گفت که حکومت به جای یاری کردن به مردم، مردهای به سن نفقه نرسیده را ریش هایشان را مجبورن می تراشند، زنان را باشد به حجاب به کوچه برآمدن مجبور می کنند. یادرس می کنیم که اولهای ماه ایول در نتیجه فرامدن درج ده ها خانواده ناحیه رشت ضرر دیدند. ساکنان محلی برای به حرکت بودن حکومت داران شکایت کرده با قوه خود عاقبت آفت طبیعی را برطرف ساخته استادند.